یکایک شما و درس درخشانی که از مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و جنایت بر جا گذاشتید. این مقاومت و پایداری به عنوان یکی از صفحات زرین تاریخ ایران باقی خواهد ماند و الگویی برای همه نسل‌ها خواهد شد. خواهران و برادران عزیزم، خدا را صدها هزار بار شکر میکنم که همه شما را حفظ کرد، هرچند که بارها با خطر جدی مواجه شدید و برای طی کردن این مسیر تا آخرین قطره حیات سوگند خوردید و یک پایداری بی‌نظیر را در تاریخ رقم زدید. به اتکای همین پایداری ها دوباره و صد باره خطاب به دشمنان مردم ایران میگوییم میتوان مجاهدان و مبارزان را کشت، میتوان با دست‌های بسته یا روی تخت‌های بیمارستان به سرهایشان تیر خلاص زد، میتوان یاران و همرزمانشان در داخل ایران را به چوبه‌های دار و یا تخت‌های شکنجه بست، میتوان معلم و راهبر آنها را به تازیانه تهمت و افترا بست و میتوان جای جلاد و قربانی را عوض کرد، اما هرگز نخواهید توانست از عدالت و حساب رسی فرار کنید، هرگز نخواهید توانست و نمیتوانید نیروی وجدان و عدالت را از بین ببرید و هرگز نخواهید توانست مانع پیروزی آزادی شوید. همچنین به جبهه رژیم ولایت فقیه و ریزه خوارانش باید گفت هرچه میخواهید مقاومت و تسلیم ناپذیری را به سخره بگیرید، ولی برای ما بیداری وجدان ها کافی است. برای ما به میدان آمدن نیروی عدالت کافی است. برای ما شور و برانگیختگی جوانان و اشرف نشان ها در سراسر ایران و همچنین موج حمایت و همبستگی زندانیان سیاسی کافی است. به قول زنده یاد شاملو، سنگ های زندانم را به دوش می کشم به سان فرزند مریم که صلیبش را، و نه به سان شما که دسته شلاق دشخیمتان را می تراشید از استخوان برادرتان و رشته تازیانه جلادتان را می بافید از گیسوان خواهرتان و نگین به دسته شلاق خودکامگان می نشانید از دندانهای شکسته پدرتان. دوستان عزیز، قتل عام اشرف پیش زمینه امضای توافقنامه توسط آخوندها بود. بعد از امضای توافقنامه نیز اونها بی وقفه در حال اعدام زندانیان در سراسر کشورند. اگر برنامه اتمی به مهلکی برای این رژیم تبدیل نشده بود، آنها این همه به قتل عام و اعدام نیاز پیدا نمی کردند. اما برنامه اتمی اکنون مظهر یکی از بزرگترین بحران‌ها و شکست‌های رژیم شده است. آخوندها و همدستانشان در ارائه این برنامه به عنوان یک هدف ملی وسیعاً شکست خوردند. برنامه اتمی آخوندها مورد انزجار مردم ایران است، زیرا این برنامه ضد ملی هیچ ارمغانی جز فقر طاقت فرسا برای مردم ایران نداشته
و محیط زیست کشور و کل منطقه را در معرض خطرناکترین فاجعه ها قرار داده است. مردم خوزستان آب آشامیدنی می‌خواهند، نه برنامه بمب‌سازی. مردم عراق هوای سالم برای نفس کشیدن می‌خواهند، نه نیروگاه پلوتونیوم. بله، مردم سراسر ایران آزادی و حقوق انسانیشان را می‌خواهند و نه برنامه اتمی. و این منطقه صلح می‌خواهد، نه جنگ افروزی و تسلیحات موشکی و اتمی. براستی همچنان که مسعود گفته است، کدام ایرانی وطن پرست، کدام نیروی ملی و آزادی خواه و کدام نیروی پیشرو و ترقی خواهی است که تیغ را در کف زنگی و بمب اتم را در دست شحنه مست ولایت فقیه ببیند و طاقت بیاورد. حالا آخوندها زیر فشار تحریم‌های بین المللی و بحران‌های درونی و بیرونی و به خصوص از ترس قیام‌ها به توافقنامه ژنو تن دادند و به ناگزیر یک گام عقب نشینی کردند. اما در همین گام اول در بحران فرو رفتند. آنها به خاطر اهمیت حیاتی لغو تحریم‌ها به توافقنامه ژنو نیاز دارند، اما از عواقب مرگبار این عقب نشینی می ترسند. این همان بن‌بست و بحران سرنگونی است. از همین رو سه هفته پس از امضای توافقنامه به شیوه همیشگی خودشون به انواع مانورها و فریبها رو آوردند. در همین فاصله آخوندها رسماً ساخت یک سانتریفیوژ جدید و پیشرفته را اعلام کردند و از ساخت و گسترش نیروگاه عراق و برنامه تولید اورانیوم در مقیاس گسترده صحبت می کنند. راستی چرا آخوندها قادر می شوند به چنین بازی های دست بزنند؟ پاسخ در سیاست مماشات آمریکا و اروپاست که باعث سستی و ضعف جدی توافقنامه ژنو گردید، در حالی که اگر یک سیاست قاطع و اصولی وجود می داشت، اگر 5 به اضافه 1 بر سر اجرای کامل قطعنامه‌های شورای امنیت می ایستاد، قطعاً می توانست در همین ژنو رژیم آخوندی را به توقف کامل برنامه اتمیش وادار کند تا هم منطقه و جهان و هم مردم ایران از شر این برنامه شوم و خطرات مرگبارش خلاص شوند. به تازگی برخی از رهبران غربی برای توجیه کمبودهای مبرم توافقنامه ژنو میگویند این تصور غلط است که ما میتوانیم با تحریم‌ها و تهدیدهای نظامی بیشتر رژیم ایران را به دست کشیدن از برنامه هسته‌ای خودش وادار کنیم. پاسخ ما به این توجیهات این است: سیاستی که با آخوندها مماشات کند هرگز نمیتواند بوم را از دست آنها خارج کند. چگونه ممکن است کسانی که دست‌های خونین آخوندها را می‌فشارند در این حال مانع آنها شوند؟ و چگونه ممکن است کسانی که هنوز از چمبرلن پیروی می‌کنند قادر به مقابله با خطر اتمی آخوندها باشند؟ آنچه می‌تواند این رژیم را به عقب نشینی از برنامه اتمی ضد میهنیش وادار سازد یک سیاست قاطع است. بله، آنچه میتواند به طور تضمینداری مانع رسیدن آخوندها به بوم شود، به رسمیت شناختن حق مردم و مقاومت ایران برای تغییر دیکتاتوری مذهبی حاکم و استقرار آزادی و دموکراسی و یک جمهوری مبتنی بر جدای دین و دولت است.
دلیل ترس از قیام و سرنگونی پای میز مذاکره آمده اند. پس نباید به ملاها فرصت داد که دوباره جامعه جهانی را فریب دهند. واقعیت این است که رژیم ولایت فقیه به شدت تضعیف شده و جامعه ایران در وضعیت انفجاری قرار دارد، اما غرب در قفلت کامل از آن به سر میبرد. واقعیت این است که در 11 سالی که از افشای مراکز اصلی اتمی رژیم در نتنز و عراق توسط مقاومت میگذرد، مسبب نزدیک شدن آخوندها به بمب، به بمب اتمی، سیاست مماشات غرب بوده است. واقعیت این است که از قیام‌ها و اشرف و لیبرتی تا برنامه اتمی، همه جا سیاست آمریکا به صورت بخش از مشکل و به مثابه امداد رسان به رژیم، آن هم در ضعیف‌ترین موقعیتش عمل کرده و نه بخشی از راه حل. اما ما میگوییم پایان دادن به برنامه اتمی رژیم ملاها یک هدف در دسترس است. دیکتاتوری حاکم در فاز پایانی است و در برابر فشارهای واقعی چاره‌ای جز عقب نشینی ندارد. راه حل روشن است. مجدداً تکرار و تأکید می‌کنم که آخوندها را به پذیرش پروتکل الحاقی و بازرسی‌های سرزده از همه سایت‌های اعلام شده و اعلام نشده وادار کنید. تمام ذخایر اورانیوم را، اکسید و تمام سایت‌های اتمی رژیم را منحل کنید و از هر گونه کاهش تحریم‌های بین‌المللی علیه رژیم ایران تا زمان پذیرش قطعنامه‌های شورای امنیت توسط این رژیم خودداری کنید. حرف ما بسیار ساده است. ملاها بیش از هر وقت دیگر ضربه پذیرند. به آنها امداد نرسانید و بگذارید مردم ایران تکلیف خود را با این رژیم با سرنگونی آن یکسره کنند.